بر شما. با 180 ثانیه پنجشنبه 16 آذر ماه همراه ما باشید. تصاویر منتشر شده از سوی ارتش اسرائیل در امروز پنجشنبه 16 آذر نشان می‌دهد که نیروهای این کشور خان یونس، شهر اصلی در جنوب نوار غزه و خانه یحیی سنوار، رهبر ارشد گروه حماس در غزه را که گمان می‌رود در زیر زمین مخفی شده است، محاصره کردند. وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل حماس است، امروز پنجشنبه اعلام کرد که شمار کشته شدگان جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه به 17177 نفر رسیده است. ارتش اسرائیل میگوید به مجموعه ای از اهداف حزب الله در جنوب لبنان از جمله سایت‌های پرتاب موشک، پست‌های دیدبانی و دیگر زیرساخت‌های متعلق به این گروه حمله هوایی کرده است. گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، برای اولین بار از زمان تصدی مسئولیت خود خواستار اجرای ماده 99 منشور سازمان ملل و مقابله شورای امنیت با خطر بزرگی که نوار غزه را تهدید می‌کند شده است. پدر آیلار حقی از جانباختگان قیام مهسا با انتشار ویدئویی در حساب اینستاگرام خود نسبت به رنگ پاشی بر تصویر دخترش روی سنگ مزار او اعتراض کرد. مهاجمین با پاشیدن رنگ تلاش کردند موهای آیلار را بپوشانند. این روز 16 آذر سال 1402 اومدیم سر مزار جاویدان دکتر آیلار حقی ملوچی، دیدیم چهرهشون رو با رنگ رنگ کردن. این کار با هر منطقی باشه با منطق عقلانیت جور در نمیاد. همیشه در قلب ما جاویدان است. خدا رحمتش کنه. تشکل‌های صنفی دانشجویان با انتشار بیانیه‌های همزمان با 16 آذر روز دانشجو بر ادامه مبارزات دانشجویان تا رسیدن به خواسته‌های خود تاکید کردند. جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس، کانون صنفی معلمان و شورای بازنشستگان ایران بیانیه‌هایی در همین زمینه صادر کردند. آنها در پایان بیانیه خود تاکید کردند که دانشگاه را خانه خود می‌دانند و آن را به اشغالگران واگذار نخواهند کرد. کالج اوبرلین در آمریکا تدریس محمد جعفر محلاتی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل را با فرستادنش به مرخصی نامحدود متوقف کرد. پیش از این ایرانیان در اعتراض به نقش او در سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق بشر و سخنان یهودی ستیزانه کارزاری راه انداخته بودند.